دوستان عزیز، حالا احوالتون چطوره؟ از کانال یوتیوب ایرانیان خارج از کشور در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز 8 آذر رو میخوام یه خاطره خیلی زیبا رو با هم مرور داشته باشیم. اما 8 آذر چه روزیه؟ شاید امروز برای شما سالگرد ازدواجتون باشه، یا شاید خدا بهتون یک دختر یا پسر خیلی کوچولو داده باشه، یا هر مراسم دیگه‌ای که براتون 8 آذر رو یه خاطره خوب کرده. اما 8 آذر برای یک ملت یادآور زیباترین خاطراتی است که میتونن داشته باشن. یه خاطره ورزشی یادتون نیومد؟ خب عیب نداره، البته دهه 60 خوب این رو یادشونه. یه خاطره زیبا، یه خاطره ملی که برای همه مردم ایران یادآور شادی بی حد و حصری بود که اون شب داشتن. بازیه یادتون نیومد؟ خب اجازه بدید یک جمله رو بگم که خیلی یادشون میاد. این غزال تیزپای ایران، خدا داده عزیزی، حماسه ملبورن، بازی ایران استرالیا دقیقا تو 8 آذر برگزار شد و یک ملت شاد شدن، یک ملت دعا میکردن، همه اینو قبول داشتن. حتی سرمربی تیم ملی ایران که باورش و دینش یه چیز دیگه بود و گفت اون روز فقط فرشته ها به ایران کمک کرده. متاسفانه استرالیایی ها خیلی کوشش کردن که روحیه ایرانی ها را خراب کنن. همون اول بازی هنگام پخش سرود ملی ایران تماشاچی استرالیایی سوت و کف و هورا کشیدن. وسط بازی هم که دیدید اون تماشاگر استرالیایی اومد تور ایران را پاره کرد که واقعا اون یک کمک بزرگ بود به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که تمرکزشون بیشتر بشه و برعکس بازیکنهای استرالیا تمرکزشون رو از دست دادن و در نهایت ما با نتیجه مساوی به دلیل گل زده در زمین حریف به جام جهانی رفتیم. جالب بود اون روز هم گزارشگر بازی ایران جواد خیابانی و هم گزارشگر بازی استرالیا گری کردن، اما گریه هر کدوم یه معنی متفاوتی داشت، عشق شوق و عشق ناراحتی. و خاطرات اون روز رو با هم مرور میکنیم که البته به نظر من باعث جلوگیری از آلزایمر میشه و همون حس شادی اون لحظه رو دوباره مغزمون برامون تداعی میکنه. بریم خاطرات خوب اون بازی رو با هم دوباره مرور کنیم که برامون حس خیلی خوبی میاره. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. یه چیزی بگم که نگفتیم تا حالا. احتمالاً اون گلاره که فوش بهت داده بود. نه. نه آقا فوش نداد. گلاره بعد گل. الکی. الکی بود دیگه. میگم احتمالاً اونو بگو که یه فوشی هم داده. جای دیگه نگو. من فکر میکنم یه چیزی که واقعاً هیچ وقت راجبش بحث نشد اینه بود که حالا جدا از این که من از آلمان که اومدم بازی رفتمون تهران بود، بازی برگشتمون تو استرالیا بود. ما تهران که 1-1 شدیم. من قبل از اینکه بیام هم بازیام تو کل همشون اعتقاد داشتن آقا فیروز ما 4-5 تا میخوریم. تیمشون خیلی قوی بود، یعنی همه بازیکناشون یا تو لیگ انگلیس بازی میکردن یا تو ایتالیا یا تو اسپانیا یا تو آلمان، که 3 تاشون تو آلمان بودن، یعنی حتی ذخیره هاشون هم تو لیگای اروپایی بازی میکردن. از ما من و علی و کریم بودیم دیگه اون موقع تو آلمان، بقیه همه داخل ایران بودن. حالا اینو بذاریم کنار، من اون چیزی که واقعا هیچ وقت راجعش صحبت نکردیم و من خودم این حسو دارم اینه که انرژی عجیبی که مردم ایران تو این بازی دادن و این انرژی گرفت ما رو، این نظر شخصی منه. واقعا حسش کردین نه؟ ببین من خودم دقیقا اون موقع، خب ایران هنوز نبود، هنوز زیاد تکنولوژی وارد نشده بود، موبایل بین المللی هنوز جواب نمیداد بیرون از ایران. من از آلمان خب اون خط موبایلم گرفتیم استرالیا، اونجا کار میکرد. من دقیقا از اونجا زنگ زدم به بابام قبل از بازی، دقیقا فکر کنم مثلا یه نیم ساعت قبل از بازی بود، تو رختکنم بهش زنگ زدم که بری هم سر خاک مادرم هم برو حرم دعا کن برامون، این خیلی این بازی برامون سخت. بابام میگفت که هر کی رو من میدیدم میگفتن ما داریم دعا میکنیم. این انرژی خیلی تر من زیاد اهل این روبروی دوربین اهل تملق و چاپلوسی بگیدونم، این نه من اینجوری زیاد واقعا نیستم، ولی این گفته بابامه که هر کی رو من میدیدم میگفتن ما داریم دعا میکنیم و این انرژی به نظر من خیلی کمک کرد. ما اصلا هیچی برای گفتن نداشتیم، بدون تعارف اگر همبازیام هم
اگه کسی ادعا داره که ما حرفی برای گفتن داشتیم بیاد روبروی من بشینه، من بهش ثابت کنن که ما چی برای گفتن نداشتیم تو زمین مقابل اونا. اونا یه نیمه فقط حمله کردن به ما، شاید تو 10 دقیقه اول با 4 تا 5 تا 6 تا به ما می‌زدن، ولی خدا حفظ کنه امرضا عابدزاده رو، عقاب آسیا رو که یه دستی دو دستی تو سر مهدی پاشازاده نشد. یه دونه به ما نیمه اول زدن، ما نیمه اول یه دونه توپ کلن من پاس اومدم بدم به علی دایی، توپ سرعتش یادون مهدی مهدوی کیو از پشت خط آفساید شکون رفت، ضربش از پاش جدا شد، من دقیقا یادم میاد که مارکوسن شما جمع کرد. این موقعیت ما نیمه اول بود دیگه، از خط وسط ما رد نشدیم، یه گل بود بازی یادم. یعنی فقط گل ما بود. نیمه دومم تا شروع شد دوباره اونا شروع کردن حمله کردن و گل دومم زدن و بازم دیدیم ما اصلا نمیرسیم به دروازه اونا. تا اون دیوونه اومد تو رو پاره کرد، یه 7 دقیقه وقفه افتاد. اینا آقا فیروز بهتر میتونه توضیح بده، زمانی که یه تیمی داره فشار میاره اگر بینش وقفه بیفته اون بازنده اون تیمه، اون تیم دیگه اون علاوه روحی روانی اون تیم داره فشار میاره، اگه یه وقفه 2-3 دقیقه وسطش بیفته، یکی آسیب ببینه، اتفاقی بیفته، اونا دیگه اون علاوه روانی میفتن، اون توانو مثل قبل ندارن پشت سر هم فشار بیارن. حالا من توضیحشو میدم. این 6-7 دقیقه باعث شد اونا علاوه روانی بیفتن و بچه‌های ما برعکس شد دقیقاً. من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، برای همین میگم انرژی که چیزی به هم گفتین هیچ. قراری گذاشتین اصلا ما فقط نگاه میکردیم چیزی نداشتیم به هم بگیم، محو تیم اونا بودیم ما. سرمربیشون مربی تیم ملی انگلستان تری ونبلز، بازیکناشون همه تو لیگ اول لیگای اول دنیا بازی، ما هیچی واقعا برای گفتن نداشتیم. ما مربی هم که آورده بودیم آقای ویرا مربی درجه 3 دنیا بود، درجه 1 نبود، فقط آورده بودنش آقا مایلوکان. تو این 7-8 دقیقه هر اتفاقی که افتاد، هر انرژی که من اعتقاد دارم انرژی که مردم ایران از تو ایران دادن، یه عده با دعا کردن با هر دین و هر نسب و هر قسمتی هر چیزی از اینجا دعایی که کردن، هورایی که کشیدن، نمیدونم گریه‌ای که کردن، اینا این انرژی رو به ما داد. بازی برگشت، گل اولی که ما زدیم تازه فهمیدیم نه میتونیم یه دونه دیگه هم بزنیم، و گل دومم اصلا آقا فیروز گل دومه از نظر من فوتبالی صحبت کنم یه اتفاق عجیب بود. ما با 3 ضرب گل زدیم، 3 ضربی که گلر اونا بلند زد، کنی واقعی سر زد، علی هدایی توپو که کنترل کرد پشتش به دروازه استرالیا بود. من نمیدونم علی چجوری چرخید. علی یکی از دوستای خیلی صمیمی من، علی هدایی، من بعد از فوتبال جزء کسایی بوده که رابطه‌ام خیلی خوب باش نگه داشتم، ارادتم داریم آقای دایی. علی پاس نمیداد به من که، علی کلن نه، علی اصلا نه خیلی چی میداد، پاسوریش نسبت به تمام کنندگیش پایین تر. علی یه تمام کننده تو باکس تو 18 قدم بود، پاس علی نه میداد نه آنچنان پاسور بود، نه کسی دیگه میتونه اون پاس رو بده، اصلا یه پاسی داد هر 100 سالی یه دفعه. این همزمان که توپ کریم زد توپ خورد زمین، خورد تو شکمش، چرخید با توپ رو هوا و زمین توپ داد، اصلا ندید منو علی چون من پشت علی بودم، همینجوری علی چرخید داد. حالا این اتفاق نمیدونم تلپاتی بود. سب کن، از همین ثانیه که داری میگی تو کی متوجه شدی گلو داری میزنی یا کجا مطمئن شدی زدی؟ علی پاسو داد. من یه حرکتی داریم ما برای مهاجمین که خب خیلی حالا مهاجمین ما خیلی کم این اتفاق براشون میفته، یه حرکتی داریم که ما بهش میگیم شکستن آفساید. شما وقتی تو خط آفسایدی نباید مستقیم بری، باید بیا یه ذره کچ کنی بری بشکنی آفساید. من دقیقا اومدم از این ور رفتم، علی داد، اصلا ندید علی منو داد، داد توپو. من رفتم با گلر تک به تک شدم. من زمانی که داشتم میرفتم به توپ داشتم میرسیدم تصمیمو گرفته بودم، یعنی شاید توپ مثلا یه 5 متر از من فاصله داشت، من داشتم اینجوری میشکستم که برم به سمت توپ که بیفته رو پای راستم. چون اگه مستقیم میرفتم میافتاد رو پای چپم، من پای چپم پای تخصصیم نیست، پای راستمه. من شکوندم آفساید نمی رفتم که برسم به توپ، تصمیم گرفته بودم که بغل پا رو بزنم و بغل پا رو هم زدم، توپم رفت تو گل. یه اتفاق اصلا امکان نداشت همچی چیزی، یعنی یک درصد خدا دادم اونو الان میفهمه. بعد از اون 1000 تا از اون توپا بدی نمیزنه، بغل پا اصلا نباید میزنه. دقیقاً الان آقا فیروز میزنه، خدا داد اونو دریپ میکنه، الان میزنه سرش تو گلر بلند شه، دو مرتبه میزنه چالش میکنه. اون وقت
بغل پا نمیزنم، اصلا نمیزنم. هیچ وقت دریپ میزنه اونا، باید دریپ کنه. حالا نذستید بارهام تا حالا بهم گفتن که اگه این موقعیت دوباره گیرید بیاد، الان گیرم ما دریپش میزنم. چون اون خوابید نشست، ولی من دیگه چون تصمیم گرفتم زدم. بعد میگم انرژی مردم ایران دعای خیر، دست و پاش خیلی بزرگ بود مارک بوسنش، اینجوری که باز کرد اصلا این اتفاق هم توب از بین دست و پاش رفت تو گل. یعنی اگه روز زمین بود به پاش میخورد، بالا بود. اصلا میگم این نتیجه یک، به نظر من همین، من اعتقاد دارم این همه مردم با هم دیگه نشستن همه تون یادتونه نه؟ چه لحظه عجیبی بود اصلا، چه بازی شما باورت نمیشه، ما خودمون باورمون نمیشد. یعنی من وقتی رسید، من ما شبش تو هتلمون جا نبود، ایرانی ها ریخته بودن از استرالیا و آمریکا و کانادا بوده لابی هتل جا نبود. من شب نیومدم پایین، تو اتاقم شام خوردم بخاطر اینکه خیلی شلوغ بود لابی. فردا ظهرش من پرواز داشتم آلمان، بازی داشتیم. من زمانی که رسیدم آلمان فهمیدم ما چی کار کردیم، یعنی حالیمون نبود، کلامون انقدر داغ بود. ما اونجا رسیدیم، من تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاد، به این دلیل که 40 تا از دانشجویای ایرانی مقیم کل و یه عده از ایرانیای مقیم همه اومده بودن سر تمرین ما صبح برای استقبال و تبریک. آره تبریک و تشریف. اونجا من تازه فهمیدم. بعد دیگه زنگ زدم به بابام، گفت اصلا اون شب که تا ساعت 3 صبح گفت تو حیات ما اصلا همه مردم تو خیابون. آقا منو قلمدوش کرده بودن، اینو تشویق می‌کردن با من گفتن تو خیابون اصلا به من جناب همه شب حماسی بود. چشامون نشد همه، شاید مالمون هم هست، شاهکار بود. آره این که میگی من تا حالا با این آنالیز این قضیه رو واقعا، چون واقعا از نظر شخصی خودم تا حالا من اینو نگفتم. من اعتقاد دارم که اون انرژی که مردم از ایران فرستادن با هر طریقی، میگم دوستان عزیز، پیش از اینکه ادامه ویدیو رو تماشا کنیم یه سوال خیلی مهم ازتون داشتم. به نظر شما چرا اون موقع همه مردم ایران یک صدا و یک پارچه از صمیم قلب برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران دعا می‌کردن، اما تو این جام جهانی اخیر بعضیا از گل خوردن تیم ملی ایران خوشحال می‌شدن؟ مطمئن باشید مردم مقصر نیستن، سیاست همه چی رو به بازی میگیره. بریم ادامه ویدیو رو تماشا کنیم. اون 8 دقیقه وقت اضافی واقعا کشت، صدها نفر سکته کردن. حالا نه اینکه به رحمت خدا رفته باشه، ولی سکته کردن. 8 دقیقه نه؟ 8 دقیقه. خیلی ها تقاضای خسارت میکنن الان. 8 تلویزیونمون رو زدیم شکوندیم. بعضیا خدا حالا گفتنشون، بعضیا میگن پدرمون سکته کرد مرد. نه خب بابا من الان ما گناهی نداریم به قرآنی بسد ما. بعضی ها میگن پدرمون خوب شد، یکی میگه خانوادمون. اصلا اتفاقی افتاد که من فکر میکنم که برای همینم آقای رامبد خان این برای این موندگار شد، برای این که همه با هم، فقط بچه های تیم ملی نه، مردم ایران همه با هم پیروز شدن. شاید من فکر میکنم یه دونه آزادی خرمشهر بود که انقدر شادی آورد، یه دونه هم این قضیه خیلی عجیب قره. آره. این نظر شخصی منه. آره خیلی فوق العاده. شما کجا بازی دیدین؟ من تلویزیون دیدم. تلویزیون که ندیدیم بودیم. ما تهران بودیم؟ تهران بودیم. تلویزیون که ندیدیم. آقا شما یه درصد فکر میکردید ما نتیجه بگیریم؟ اصلا. من همین الانم هم نشون یک درصد هم اعتماد نمیدم. همین الانم هم نشون میده فکر میکنم میبازن. با من خودم تو زمین بودم یه درصد فکر نمی کردم. همه الانم که بعضی موقع میشیریم نگاه میکنیم میگیم اشتباه بوده میبازن. آره. ما اون بازی رو ندیدیم کامل، چون 8 دقیقه الکی میرفتیم تو حیات بوده. من الان اومدم میرفتیم گوشمونو میگرفتیم چیزی نگن خراب بشه شوقمون، گوشمونو میگرفتیم واسه اینکه صدا هم نیاد سوت میزدیم، چیزی نمیاد. اصلا برم گفتش که نه همه یکی تموم نمیشه، دو مرتبه بدیم. اینقدر همه خودشون رو زدن تا این بازی تموم بشه، مگه تموم میشد؟ هر موسیقی یه حسی تو افراد ایجاد میکنه و به نظر من سوت داور بازی ایران و استرالیا، یعنی آقای ساندرو پل، زیباترین سوت جهان بود اون لحظه برای من که تا سالها به یاد من باقی مونده. جواد خیابان اینجاست. ماشاءالله. خیلی ممنون که اینجا جواد عزیز. ماشاءالله. جناب خانم بهمون ملحق شده. ماشاءالله.
ماشاءالله. به افتخار استاد جواد خیابانی اند گزارشگری بلند میشیم و میسیم. میخوام بتر کنیم همین اول کاری. یالله اومدی از کرج تو پر انرژی و شور، توی دلای ما تو جا گرفتی ناجور. جواد خیابانی گزارشگر عالی، برات میخونم معلانای حل مالی. هله هله مالی، هله هله مالی، هله هله مالی، هله هله مالی. ما بوی گلشن افتم تو بودی حوالی. هله هله مالی، هله هله مالی. اینجاش دوست دارم همه با هم بریم، هنوز جوون و روپایی جواد. خلا هنوز جوون و روپایی جواد، تو قلب مایی ما رو میکنی هوایی. جواد چه بیریایی جواد، خلا هنوز جوون و روپایی جواد، تو قلب مایی ما رو میکنی هوایی. جواد خلا جواد چه بیریایی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بفرمایین آقا، بفرمایین رامبود. ایقدر ای آقا جواد دوست دارم نتونستم شعر رو نگه دارم بره وسطاش. همون اول پاشیدمش وسط صحنه. آفرین، قشنگ بود. قشنگی کردی. یه بار شعری که خوندی رو بخون. گفتم اومدی از کرج تو پر انرژی یا شور، توی دلای ما تو جا گرفتی ناجور. جواد خیابانی گزارشگر عالی، برات میخونم علانای حل مالی. هله هله مالی، هله هله مالی. ما بوی گلشن افتم تو بودی این حوالی. بعدش هم که دیگه همه با هم رفتیم. آره، یه دست و داد بلند داره اینجا. آه. آفرین. چی شد یوز؟ جان هیچی. نه جواد جان. جان جواد جان گفت. من به جناب خانم سلام میکنم. آره لطفاً بفرمایید. سلام میکنم جناب خان عزیز به شما. خیلی ممنون از شعر قشنگی که خوندی و از همه هم خیلی ممنونم که اینقدر جانانه تشویق کردم. به افتخار خودتون. رامبود. بله. اصلا آقای خیابانی دهن وا میکنه، من احساس میکنم ایران استرالیایی دارم میبینم. آره واقعا. به جان خودم گرگ مور، رابی اسلیتر، گرگ فاستر، پات به نت زلیک، هری کیول، استن لازاریزیس، اوریلیو ویدمور، مارک ویدوکا، اوفه! ماشاءالله. ببین، جناب خان، جواد قول داد یه تیکه از بازی ایران و استرالیا رو برای ما بازسازی کنه. ای جان، میشه همین الانی کار رو بکنه؟ میشه؟ دل تو دلم نیست. ایول! وای. جواد، چه بازی؟ چه روزی بود، چه حال عجیبی بود، چه اتفاق عجیبی بود. ای جون تو خود چسبیده بودی به سقف فکر کنم. آره واقعا به همین بارم چسبوندیم به سقف. اصلا میدونی آقای جوان، من به جناب خانم عرض بکنم بگرد. من هیچی از اون بازی یادم نمیاد. چرا؟ یعنی اون لحظه‌ای که اون 90 دقیقه‌ای که حالا بیشتر البته تو خود ورزشگاه، اون MCG که معروف بود به ملبورن کریکت گراوند، اسم استادیومی که میگه زمین گردیه تقریبا. بله و خب چون فوتبال استرالیایی توش بازی میشه، فوتبال استرالیایی قوانینش یکیش یه زمین تقریبا بیزی شکله. بله و توی اون زمین بیزی شکل مستطیل درست کردن، خط کشی کردن، زمین فوتبال بازی ایران و استرالیا بود. حدود 80,000 تماشاچی. دقیقاً. خب 8 آذر سال 76 به وقت استرالیا ساعت 8 شب، به وقت تهران ساعت 1:30 بعد از ظهر. و من میدونید تا موقعی که وارد استادیوم شدیم دقیقاً هست تو ذهنم چجوری رفتیم، چی گفتیم، کجا رفتیم، روز قبلش، شب قبلش که وارد ورزشگاه شدیم و اون اجاره باکس و اجاره گرفتن میکروفون و همین کار رو انجام دادیم. ولی از بخصوص دیگه لحظه‌ای که ساندرپول به سوتش زد و بازی که شروع شد، اون 5 دقیقه میگم واقعاً مرگباری که دم عابدزاده گرم واقعاً. آره ماشاءالله.
ماشاءالله احمد رضا عابدزاده عقاب آسیا و فیل. شاید واقعا توی 10 دقیقه اول اون بازی ما با 4 تا می‌خوردیم 5 تا می‌خوردیم، احمد رضا یکش با یه دست رد می‌کرد. آره. اصلا یه کارایی آره. کرد که آره. تیم سر حال اومد دیگه به قول معروف. و اونجا که جناب خان میگفت هریکیون که گل اول تو دقیقه حدود 32 33 زد رفتم به باخوم. من اینا رو الان دارم میگم، از نوار بازی میگم، از واقعا یادم نیست، یعنی واقعا نمیدونم. من باور کنید چیزی به اون صورت یادم نمیاد، چون انقدر اونجا فضای حالا احساساتی بگم، فضای شلوغ بگم، فضای داغ بگم، فضای گرم بگم، از یه طرف فضای تحقیرآمیز از طرف استرالیایی ها نسبت به خود ما بگم، هر چیزی که بگم واقعا سخته. اما خب اتفاقی که افتاد این بود که نیمه دوم که شروع شد، مثلا من دقیقا الان فکر کنیم که بذار من میشه وایستم. آره ببین، آره آره اونجا باش رامو. ببین من رامو بیا اینجا مونه تا... حواست به ما باشه. آره. موی اخیز نکنیم دقیقا. آره. شما فکر کنید که اینجا الان من جایی که دارم بازی رو گزارش میکنم و موقعی که تیم ایران گل دوم رو خورد، دروازه ما این طرفه دیگه، توی بازی دروازه ما این طرفه. شما خودتون جای من فکر کنید، دروازه ایران این طرفه. گل دومی که خوردیم، خب بعد از حدود یک دقیقه بعد از گل توپ اومد سمت دروازه استرالیا و مارک بوسنیچ توپو می‌خواست بزنه. تو لحظه‌ای که من برگشتم که توپو ببینم که مارک بوسنیچ چجوری می‌زنه، یه لحظه احساس کردم یه چیزی افتاد تو دروازه ما. وای. بلافاصله برگشتم دیدم آره یه آدم بدریخت بدقواره‌ای تو دروازه ماست. آقای هور بود اسمش بکنم. آقای هور. آره آره. افتخار جناب خان رفت. آره آره. جیمی جان بود. و تری ونبرس هم بعد از بازی گله کرد که چرا پلیس استرالیا اجازه داد که او بیاد توی استادیوم که اون جو رو به پا بکنه، که همون جو بقیده او باعث شد که تیم ایران از اون فشار کم فشار روانی که بعد از نتیجه 2-0 به ضررش حاصل شده بود نجات پیدا بکنه. آره. خودش رو پیدا بکنه. احمد رضا هم که دوباره اون کار عجیب غریب خودش رو کرد، ملقی که زیرنی میزد و روحیه که به تیم داد و بازی شروع شد. به حال بعد از اینکه اون تانی هارنون کار کرد، بازی شروع شد و یه چیزی حدود گلی که ما خوردیم حدود دقیقه 47-48 میخوریم. بله. بعد گلی که میزنیم دقیقه 74، یعنی اون عدداش فقط عوض میشه دیگه، 47 و فقط 47ش جاشو عوض کنیم، 47 گل خوردیم، 74 گل زدیم. و خب گلی هم که زدیم، گل اولی که ما زدیم روی حرکت خوب خداداد، پاس به عقبش به کریم و کریم زد و خلاصه 2-1. کریم زد سجافت دروازه روفته چونا. روی زمین زد کریم. آره آره آره. ما نیم ما چون بعدن فقط نوار شدیدم، اون لحظه ها یادم نیست. آره آره. خب میدونید نمیدونم اصلا، من بازم دارم از اون نوار میگم اینو و احساسم اینه که اون لحظه ای که دوباره توپ رفت، یادم میاد ابراهیمی تهامی فرار کرد، رفت پشت دفاع حریف، توپ رفت تو اوت. مارک بوسنیچ باید توپو میکاشت و میزد. بله بله. عکاس های پشت دروازه بی دلیل فلش می زدن. جمله قشنگی گفتین. عکاس های پشت دروازه استرالیا بی دلیل فلش می زدن تو چشم بچه های ما. یهو شما داد زدین رعایت انصافو بکنید. به جان خودم یادم. من گفتم که ساندر پول میاد با عکاس های پشت دروازه صحبت میکنه که رعایت انصاف رو بکنید. چون اینو بعدنم از خودش هم که سوال کردیم همینه گفت که بله بی دلیل فلش می زدن. بله. که حالا به حال اتفاق ندیدن توپ اون اتفاقاتی که هست پیش بیاد. مارک بوسنیچ توپو کاشت. من یه لحظه دوباره برگشتم وسط زمین نگاه کردم، دایی باقری خداداد همه وایسادن، ابراهیم هم که اون طرفه و ابراهیم تامی واقعا تو اون بازی خیلی به اون نتیجه کمک کرد، چون اصلا اومدنش به بازی به ابراهیم دیاری هم الان لحظه‌ای هم که جناب خاندانی لحظه خوزستانی ماشاءالله ابو ماشاءالله ابو دست داره، ابو ابو تامی دست داره، دست نداره خب یه نفر میریم کرد، چون ابراهیم تهامی به ابراهیم ویالی معروف بود اصلا، یه جان لوکا ویالی بود فوتبالیست ایتالیایی که معروف بود اصلا، خیلی ماشاءالله چون با تکنیک و با قدرت بود. دور قبلی مقدماتی جام جهانی هم بود ابراهیم تهامی تو تیم، دوتا هم پاس گل خیلی خوب به علی دایی داده بود توی قطر که البته ما اون تون دور اوت شدیم. بند کفش بستنشو بگو، بند کفش بستن اون بعد از گل بود دیگه جناب. خب آره آره. اون بعد آره از میرسیم میرسیم نمیتونم خودمو نگه دارم. بالاخره خودش هم میگه بالاخره من نمیدونم که بند کفشم ببندم یا وا کنم، چون یکی میگه بشین بند کفش رو ببند، یکی میگه پاشو زودتر برو بیرون، که حالا اون اتفاقات به خاطر وقتگیری بازی بود. و توپو زد مارک بوسنیچ. ساندرا پول بکاسان پشت دروازه میگه که کمی انصاف و رعایت بکنید. مارک بوسنیچ ضربه رو میزنه، توپ اومد وسط زمین، درست توپ رو هوا اومد وسط زمین، اولین ضربه سر رو باقری زد، یعنی توپ اول رو باقری زد، باقری ضربه رو میزنه، دایی
توپو دایی گرفت تقریبا روی محوطه وسطی زمین، تو اون دایره وسطی زمین دایی توپو میگیره، خداداد فرار کرد، ویالی هم از اون میگم ویالی تهامی هم از اون فرار کرد. یعنی واقعا من خودم مونده بودم که الان دایی توپو به ابراهیم تهامی میده یا به خداداد میده. توپو داد به خداداد، حالا خداداد پشت مدافعان، فرصت برای ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل! باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران دو، استرالیا دو. خیلی زیبا بود کار، خیلی زیبا بود. آفرین آفرین بچه ها. بگو میدونم نمیتونم، قلبم داره میاد تو دهنم آقا کیابانی. غزال تیزبار رو بگو، غزال تیزبار. همه جونجا نرسیده، همه جونجا نرسیده. حتی اگه باز هم نتیجه عوض بشه چیزی از ارزش های بچه های ما کم نمیکنه. بعد اسلومونشن پخش میشه که اونجاست که میگه که این غزال تیزپای فوتبال ماست. نگاه آخرش اومدیم گفتین آیا براستی این بازی بیش از 8 دقیقه وقت اضافه داشت؟ ما داشتیم دیوونه. رامبوت منم دیوونه شدم. رامبوت بله. بعد از اون جریان غزال تیزپا بود، اسممون اونجا تو محلمون گذاشته بودن جناب خیسجا، چون تا یکی دو ماهیم و شب بیداری داشتم. به تهران سلام عرض میکنم. سوش مالفت مخواستم این استرالیانه بگم آخ بدبخت کانگورو، کسی که ایرانو توهین بکنه این زوریه دیگه. پیام منو بدین این استرالیانه بدبخت بگم بابا ایرانی شاخ درون کردی، ایرانی گیرت داره، آمریکانو پدرشی در آورده، شما ایرانی توهین میکنه، پدره به در میره، میزنی پور ایرانو پاره میکنه، شیجامه تو پاره میکنه، اینجور آبروت حیثیتو میبره با باد میدی. بعد تختی چانگورو سوال کردی ایرانه نه دست کم گرفتی، ایرانه دنیا رو فتح میکنه، دنیا رو فتح میکنه به خدا. کیف کردم برو، کیف کردم بزن شما. من؟ بله. من 58 سال منه. علاقه داریم به فوتبال؟ من اصلا فوتبال باور بکنه که من خیلی چند تماشا میکنم، اما دیروز کیف کردم دیدم ایران اینجوری صحت داغم پاهای کردی، کیف کردم از دیروز ها اصلا دارم کیف میکنم، دیشب نتونستم بخوابم. خیلی ممنون هستم. به خدا پیام منو بدیم بگیم بعد دخت ایران پدرتون رو در میاره. من ایرانی هست ملکی نیستی؟ بله. تشکر میکنم، ایشالا شما هم مبارک باشید. برای شما هم هم خواهش میکنم. زود شما بخیر. هر موسیقی یه حسی تو افراد ایجاد میکنه و به نظر من سوت داور بازی ایران و استرالیا، یعنی آقای ساندرو پل، زیباترین سوت جهان بود اون لحظه برای من که تا سالها به یاد من باقی مونده. ایران ایران. این ویدیو کاری از کانال یوتیوب ایرانیان خارج از کشور بود. چنانچه میخواهید ویدیوهای خیلی بهتر و قشنگتر و زیباتری ببینید، تنها کافیه تو گوگل سرچ کنید کانال یوتیوب ایرانیان خارج از کشور و توی نتایج جستجوی گوگل روی ایرانیان دیاسپورا کلیک کنید تا کانال یوتیوب ما رو ببینید. و یه خواهش خیلی مهم، لطفا حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدیدتر رو از دست ندید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید رو تماشا کردید. لطفا برای دوستانتون بفرستید نظر یا نظر. ممنونم.